با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. عصر شما بخیر آقای دکتر. عصر شما هم بخیر، بفرمایید. خیلی ممنون از وقتتون. من دو تا بچه دارم. من در لس‌آنجلس زندگی میکنم. شما خودتون چند سالتون عزیز؟ 66. و چه مدتی از امریکا هستی؟ 35 سال. فرزندان شما چند ساله هستن؟ و جنسشون چیه؟ دوتاشون پسرن. بزرگ 34ش، کوچیکم 25. با شما زندگی میکنن یا جدا شدن؟ نه، جدا زندگی میکنن. چه مدتی جدا زندگی میکنن؟ پسر بزرگ هم 7 سال پیش عروسی کرد. از 7 سال پیش رفت و پسر کوچیک هم با مادر زندگی میکرد. مادرش خیلی اذیتش میکرد، مشروب خور بود. یه روز گفت از خونه برو بیرون و اینا، انداختش بیرون. ظرف های 2 سال اونم جدا زندگی میکنه. خب شما کی از هم جدا شدید از همسرتون؟ ما جدا نشدیم، جدا زندگی میکنیم. خب فرقش چیه؟ تو لس‌آنجلس خیلی فرق داره وقتی طلاق بگیری یا نگیری. از چه نظر فرقی داره؟ تقریبا میشه گفت 14 ساله. البته من فقط تفاوتشو نمیدونم، یعنی اگر جدا بشید نشید وقتی دو تا خونه مختلف زندگی میکنین، فقط مسائل مالی اینجا مطرحه؟ بله. خب چرا اون کسی که به نفعش دنبالش نره؟ خیلی تکس و اینا این بولوه بهتره که همجوری بمونه. خب متوجه هستم. حالا من باید خواستم بفهمم و الا به تکس چه ارتباط داره؟ شما اگر یه پولی دارید مال مثلا دو نفرتون قسمت میشه، میگن که بیا تکس بدید مالکیت تازهی که پیدا نمی کنه. من یه پولی اون رو بذاری ازش پولی داریم. زن من مشروب خوره، قرصای پیش 4 تا روانشناس میگه در یه دفعه، قرص از همه کس میگیره میخوره، میفته تو خیابون، یادش میره کجاست اصلا، نمیتونه هیچی منیج بکنه. اوکی، پس شرایط غیر عادی است. خب حالا موضوع برای چی شما لطف کردی تلفن کردید؟ من پرابلم دارم با پسر بزرگم که عروسی کرد 7 سال پیش. یه زنی گرفته که از خودش 2 سال پیرتره. ما هرچی بهش گفتیم اینه نگیر، تایفه زنه رو نگاه کردیم، دیدیم مادر زنه خیلی دخالت میکنه تو زندگی بچه‌هاش. آخه شما با خود زنی که خودتون دارید دیگه راجع به دختر دیگه چه اصراری هست؟ هیچ کس که دیگه به بدی مادرش نمیشه. داستان بشنویم بعدا شما به من بگید. anyway. خب آخه شما درباره مادری صحبت میکنید، پسر شما مادرش اینه، شما هم همچی زندگی کردید، پسر شما مادر بودن، 2 سال بزرگتر بودن، منوش 2 سال پیرتر بودن. پیری مال اون وره 70-80 سالگیه، به پیری چه ارتباط داره؟ خب 2 سال بزرگتره. علاوه شما چه چک کردید؟ حالا با ازدواجشون هم مخالف بودی، اصلا میپذیرم حرف و نظر شما هم درست، شما باش مخالف بودید، نظرتون هم درست بوده. خب فرزند شما 7 سال قبل ازدواج کرده، از این ازدواج بچه ای هم داره؟ 3 تا بچه دارن. 3 تا هم بچه دارن. خب معلومه زیر 7 سال، زیر 6 سال هم هستن. خب حالا شما اشکالتون با پسرتون چی عزیز؟ این پسر، من وقتی که اومدم آمریکا از کودکستان، من یهودی دنیا اومدم، ولی اکسرسایز نمی‌کنم اصلا. تو اسرائیل هم از سنی 12 سالگی اومدن از اسرائیل، میدونم داستانه گفتن که بچه جوونا رو ببرن که بعدا ببرنشون سربازی. من و برادرم هم بردن اسرائیل توی شبانه روزی. من از اونجا ننشستم، اومدم بیرون. سال بعد گذاشتن دوباره اومدم بیرون. خلاصه
از 12 سالگی تو اسرائیل بودم تا سن 32 سالگی 3 سالگی که اومدم آمریکا. وقتی که اومدم آمریکا این پسر که دنیا اومد از بچگی گذاشتمش تو مدرسه یهودیا که آدم درستی در بیاد، نمیدونم نره توی گنگ و از این چیزا و از این چیزا در نیاد. خیلی هم آدم خوب و راست و درستی در اومد، دست به خیر و همه چیز سر جا 100%. اومد با من کار کرد، کار من وارداته، از خارج جنس میارم. از سن 16 سالگی تا به سنانی بودمش با خودم یادش میدادم چجوری میارم. رفت UCLA دستشو خون، طرف های 23 سالگی 24 سالگی اومد تو دفتر با من شروع کرد کار کردن. ما جنس میفروشیم به کمپانی اینجا. بعدا یواش یواش تمام حساب بانکی اجازه شد دادم دست. تا وقتی که 8-9 ماه پیش یه دفعه دیدم از حساب بانکی یه میلیون پول دزدیده رفته به این کمپانی بزرگا که باشون کنتراکت داریم، همش کامپیوترایزه، تمام کانتورش سویچ کرده به یه کمپانی خودش و تمام جنسا رو از سوپلایرا پول کشیده از کمپانی من فرستاده به خارج، از اونا جنس گرفته فرستاده به کمپانی خودش. یعنی یه برنامه که جنگ درست میکنن اینجوریه. با من خیلی خوب بود، اصلا نشون نمیدادم چه چیزی. این برنامه رو گمان کنم یه سال و نیم ریخته، تمام دقیق سر دقیقه روز این برنامه رو آورد پایین. تمام کمپانی من شدان کرد و کمپانی خودش انداخت. من رفتم فوری لویر گرفتم و فرستادمش کاغذ رو، بعدم گفت که نه من اشتباه کردم و اینا، عیب نداره حالا هر چی که کردم، من پسرتم ببخش. یه قانونی هست توی یهودیا، یه ببخش میگن، یعنی اگه پدر گفت بخشیدمه یعنی دیگه همجون زندگی رو ببره. گفتم من که اصلا یهودیت اکسرسایز نمی کنم، هیچ دینی اکسرسایز نمی کنم، به خدا اعتماد دارم، چی ببخشم؟ کسی که میاد از خودش میدوزه چی ببخشم؟ خلاصه هیچی. اون پرابلم داشت با پسر کوچیکه. پسر کوچیکه 5 سال پیش اومد تو کمپانی کار بکنه، این دعوا کرد انداختش بیرون، گفت تو نمیتونی بیاد تو این کمپانی. منم نخواستم دعوا بیفته بین دوتا داداشا، گفتم برو تو خونه، نمیدونم از این خونه ها بساز و اینا، گذاشتن سر کار دیگه که دعوا نشه. ولی هنوزم چشم بزرگه، یعنی نه چشم خودش، چشم کسای دیگر که سرش خیلی نفوذ دارن به زندگی من، یعنی هر دلاری که من داشتم این حاضر بود که من و مادرش رو بکشه فقط بتونه این پولا رو بکشه بالا. من حالا توی مرحله هستم که باید لوسود فایل بکنم. اگه این لوسود فایل بکنم زندگیش آتش میگیره، چون دیپارتمنت استورا معمولا اونایی هم که توی سوپ مارکت هن، اگه یه لوسود بیاد که بگی کارگری که پیش تو کار کرده اومده برند، اصلا رجیستر برنده یه رجیستر من، یو پی سی نامبر بارکوده که مال منه، رفته باش جنس آورده فروخته. نه متوجه هستم. خب پسر شما اگر بدونه که از نظر قانونی شما میتونید هم اون چیزهایی که برداشته رو ازش بگیرید و هم در سرایی براش فراهم بشه، خب احتمالاً از سر همکاری و سازش برمیاد و شما خب بهتر به اونجا برسید و نه اینکه ببخش، نه، آنچه که هست حق و سهمی که همه دارن شما دارید، یا تا پسر کوچکتون داره رو ازش در حدی که خودتون فکر بین عادلانه و منصفانه است پس بگیرید و او هم بدونه که گرفتاره، ولی بدونه که به هر حال به دلایل آنچه که اشاره کردید و همه اینا خوشبختانه در یه چارچوبی است که میشه، معمولا میشه کنترلش کرد و فهمید که پولا کجا هستن، خب اونا رو ازش پس بگیرید یا پس بده دیگه.
انقدر آسون نیست این. نه مطمئنم نیست. نمره ها بالان این هم چکوله پس. نه میفهمم عزیز، من اصلا نمیگم ای بسا، نه من عرضم به چیز دیگه است. چون برخی از اوقات شما حتی به من میتونید بفرمایید من اگر دنبال این کار بخوام برم ای بسا دو سال سه سال یا بیشتر حتی طول بکشه تا بتونم آنچه که متعلق به من هست رو از او پس بگیرم. متوجه هستم، ولی وقتی که او هم عجله ندارم. نه نفهمیدم کی عجله نداره. من عجله ندارم. خب نه نه من نمیگم شما عجله. سوال من اینه با یه بچه اینجوری باید چجوری رفتار؟ اصلا قصه بچه دیگه مطرحه. شما با یه آدم بزرگسالی روبرو هستی که درسته که من با یه دوست طرفم. حالا من نمیخوام برچسبی روش بزنم، ولی من در اینکه شما حقتون رو با آنچه که متعلق به خودتون پس بگیرید از طریق قانونی بدونی که درش قصد تنبیه و شکنجه و انتقام باشه باش موافقم. یعنی کاملا برای گرفتن آنچه که حقتونه میتونید بیستید، ولی در این حال هم بدون اگر یه زمانی در میانه این راه خواست که بدون ادامه این اختلاف و دعوا با شما به سازشی برسه، شما هم همچنان مثل هر کس دیگری که قرار نیست ما دیگران رو وقتی بد میکنند و اشتباه میکنند له کنیم ازش بپذیرید، بذارید زندگیش رو بکنید. بعدا من میتونم مثلا رابطه نرمال داشته باشم با هم اصلا ابدا. برخی از اوقات عزیز این درست مثل یه لیوانی است که میخوره زمین خورد میشه دیگه، برنامه نرمالی نخواهد داشت. نه شما هیچ وقت رابطتون نرمال نبوده، الانم نیست، بعدش هم نخواهد شد. در اینجا یه موضوعی مطرحه که اون باید تکلیفش روشن بشه. فرض کنید 100 دلار پول مطرحه، این 100 دلار رو شما بتونید بیشترش رو یا همش رو پس بگیرید، بعد به گونه ای که خودتون فکر با این عادلانه و منصفانه است بین این دوتا فرزندتون یا هر گونه که هست هر وقت خواستید اونم چون مالکیتش از آن شماست تقسیم کنید. ولی وقتی که او همه قواعد و قوانین رو همه گونه شکسته، شما هم میتونید از نظر قانونی مسائل رو روشن کنید، چاره غیر از اینه چون راهاش که نمیتونید بکنید، از راه دیگری هم که نمیتونید برید، پس باید پیش برید. امید من این است که ایشون یه جای سر عقل بیاد و با مشورتی که میکنه حتما بهش میگن که تو صلاح دینه و الا چیزای بیشتری رو از دست میدی و گرفتاری های دیگری رو هم میتونی فراهم کنی. ولی بعدم اینکه شما فکر کنید بعد برای شما پسر میشه و بچه هاش هم نوه میشن و اینا، نه خیلی از چیزا وقتی خراب شد دیگه خراب شده است عزیز. برخی از روابط مثل یه میوه میمونه، وقتی گندید گندیده است دیگه، میوه گندیده رو نمیتونیم درستش کنیم یا نگهش داریم. مواردی از این قبیل به شدتی که شما میفرمایید موردی است که وقتی که اتفاق افتاد بهترینش اینه که دنبال بکنید بدون که خودتون درگیر کنید. خوشبختانه بسیار از اوقات ما در دنیا و شرایطی زندگی میکنیم که ای بسا اگر 100 صفحه بین وکیل شما و وکیل او یا خود او رد بدل میشه، ای بسا حتی شما یه صفحه‌شو نه میخونید نه میدونید نه ای بسا اصلا باش آشنا هستید. یه کسی که کار و تخصصش این هست این موضوع رو در حد دست آوردن آنچه که متعلق به شماست، اجرای در حقیقت عدالتی که به دنبال مجازات و انتقام نیست حرکت میکنه و میره. و هر زمانی هم که او حاضر شد که به هر حال سازش کنه و از این جدال دست برداره، شما هم با همکاری خودتون رو میکنید برای که کمترین آسیب رو ببینید. ولی اینکه به من بفرمایید بعد شما صاحب فرزند و خانواده و نوه و اینا میشید، نه لحاظ ارثیه چی میشه؟ اون تصمیم شماست و بر اساس شما میدونید. مادام که در حدی که من میدونم، مادام که شما زنده اید حق دارید اموالتون رو هر گونه که میخواید به صورتهای مختلفی تقسیم کنید. بله اون متوجه هستم. بنابراین نتیجتا شما از اون استفاده کنید. وقتی که ببینید شما ممکنه حتی برخی از حالا ادیان یا باورها هست که میگن به هر حال یه حق و سهمی داره، ولی مشروط بر اینکه در حالت عادی و معمولی باشه. بعدم تازه نشون میده ما تا چند روز این پیوند داریم. شما همیشه میتونید در یک کشوری هم احوال شخصی ها که یکی از اونا ارثه رو بر اساس باورها و اعتقادات خودتون تقسیم کنید یا بر اساس آنچه که عادلانه و منصفانه و پدرانه و مهربانانه است. بنابراین اون زمانی که حتی شما میتونید برای نوه های چیزی بگذارید که برای سنین بالاشون وقتی که امکاناتی رو فراهم کنید که وقتی مثلا به سرسن هزینه دانشگاهشون یا زندگیاشون
10 سال 15 سال 20 سال بعد از یه اونا منبعی وضعشون پرداخت خیلی شد. بهتر از این آقای دکتر، بنابراین خیلی اگر شکر، بهتر است که جایی برای نگرانی نداره. شما خیلی اگر متشکرم. نه فقط خب استفانه من نمیگم دارم اگر الان پولا رو آماده پس است. گرفتید، نه میگم اگر پس گرفتید، اگر بهتون پس ندادن که دیگه هیچی. ولی بعدم آخه عزیز، وقتی که من با پسرم مسئله و مشکلی دارم، مسئله دیگه پدری و پسری منتفی است وقتی یه چنین اقدامی هست. اینه که شما گفتم جنبه قانونی برای گرفتن آنچه که حق شماست و متعلق به همه خانواده است، ولی در این حال هم تو این گونه موارد هم نه قراره که قصد خشمی و یا انتقامی و یا شکنجه و آزاری داشته باشیم، در حد اجرای منصفانه و عادلانه عدالت هست، ولی کنارش همچنان مهر و محبت انسانی و پدری و مادری هم سر جاشه. امیدوارم این موضوع هر چه زودتر با در حقیقت پادر میونه یه عده یا گفتگوی وکلا که به یه نتیجه برسن به آخر برسه و شما رو هم راحت و آسوده کنه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خیلی ممنون، مرسی. تمنا میکنم، خدا نگهدار. میدونید بهترین کاری که برای هر مناسبت میشه استفاده کرد چیه؟ یه لقمه حال خوش. کتاب یک لقمه حال خوش. این کتاب به صورت صوتی نیز موجود است، همچنین به زبان انگلیسی. A Morsel of Happiness. از کجا میشه تهیه کرد؟ amazon.com، kitab.com و تلفن 818-785-2400. 818-785-2400. کتاب یک لقمه حال خوش، نویسنده جواد صفارزاده.